سلام به همه شما همراهان عزیز وبنگار، در خدمت شما عزیزان هستیم با نگاهی به تازه های فضای مجازی و گزارش امروزمون رو با کلیپی از مزار نوید شورشگر و حضور خانواده و دوستدارانش بر مزارش شروع میکنیم. ما قول داریم بابا جون شما محکم باشید، استوار باشید. اما هر چقدر که میگذره تاثیر خون نوید در جامعه و ندای برخواستن بیشتر و بیشتر روشن میشه. کاربری عکسی رو منتشر کرده و نوشته: امروز از کنار میدان خمینی یا همون توپخونه در تهران داشتم رد میشدم و این شعار جالب و این عکس رو دیدم که روی دیوار نوشته: امروز نوبت نوید است، فردا نوبت ماست. به همراه عکس نوید افکاری و عکس خامنه ای، اعتراضات به میدان توپخانه تهران هم رسید. خبر دیگه که منتشر شده برگزاری مراسم خاکسپاری پدر زندانی سیاسی امیر حسین مرادی بود که در این مراسم خانواده های سعید تمجیدی و محمد رجبی هم حضور داشتند، اما از حضور امیر حسین مرادی جلوگیری شده بود. در ادامه نگاهی داریم به وضعیت فاجعه بار اقتصادی و اجتماعی در ایران آخونزده و اینکه علت اون چی هست و مردم علت رو چی میدونن. کلیپی هست از ایلام و یک شیوه جدید پلمپ مغازه توسط شهرداری سرکوبگر این شهر. با سلام، اینم از پلمپ جدید استان ایلام که آقای شهردار جدیدن به نظرم اینطوری دستور داده مغازه را پلمپ کنن. هرچی نخاله و خاک و آشغال ریخته جلوه مغازه های جاده مهران پایین تر از سپاه امیرالمومنین. مردم نگاه کنید، روز اول اگه بدهی داره این مغازه روز اول جلوشو میگرفتیم، نه که الان ما مستاجریم. تو این بیکاری، تو این کرونا نگاه کنید، تو رو خدا نگاه کنید این پلمب جدید ها، نخاله آتاشخال ساختمانی نمیدونم از کجا پیدا کردن. بچه‌های شهر سیستم فاسد ولایت فقیه به جای حل مسئله تلاش میکنه صورت مسئله رو پاک کنه و به جای پاسخ دادن به دردهای اجتماعی و فقری که وجود داره، چون که سیستمش فاسد و بنابر دزدی و اختلاس هست، تلاش میکنه با سرکوب مردم رو مهار بکنه. کلیپ تکون دهنده و دردناک دیگه ای هست از یکی دیگه از دستاوردهای 40 ساله رژیم ولایت فقیه که بعد از گورخوابی و بامخوابی و چادرخوابی و ماشینخوابی حالا مردم به ستونخوابی رسیدند. باورتون میشه روی این ستون آدم زندگی میکنه؟ از طریق این تنابایی که میبینه میزنم غذا رو میکشن بالا و بعضی موقع هم نردبون میزنن نصفش و بقیهش رو تناب میرن بالا. بخاطر این در چنین وضعیتی هست که رژیم همچنان مشغول چپاوله و حتی به خاک هم رحم نمی کنه. در یکی از خبرها اومده
فروش خاک جنگل کیلویی 5000 تومان. و اسماعیل کهرم مشاور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفته که در میدان بنک تهران یک خاور خاک جنگل‌های شمال رو کیلویی 5000 تومان به فروش می‌رسونن. برای خاکی که هر 100 سال 1 سانتی اون تولید میشه، مردم صف کشیده بودن و این خاک رو اینطوری به حراج گذاشته بودن. کلیپ دیگه هست از صف انبوه گاز کپسولی در یکی از روستاهای توابع نیشابور. بدبختی برزنون خدا رو کنه الان بگذارید. در کشوری که خودش یکی از اصلی‌ترین تولید کنندگان گاز و نفت هست، باید افتخار بکنه که با اقتدار پوشالی 3 کشتی رو به ونزوئلا فرستاده و مردمش اینطور برای چند کپسول گاز باید ساعت‌ها در صف بایستن. تصویر دیگه‌ای هست از صف گاز، این بار در عراق. عکس دیگه‌ای هست از عراق و صف مردم. و یک کلیپ دردناک دیگه از فروش اعضای بدن، فروش 2 کلیه او مثبت، 1 عدد چشم و 1 عدد چشم آی مثبت که هر 4 نفر سالم هستن و جوانهای بین 20 تا 26 ساله. واقعا یک نفر باید به کجا برسه که اینطور اعضای بدن خودش رو به حراج بگذاره. وضعیت وضعی فاجعه بار شده که حتی مهرهای خود رژیم هم به این موضوع اعتراف میکنن. یکی از این اعترافات جلب توجه حرفهای امام جمعه گیلان بود که سوال کرده آیا مردم باید با فتوسنتز تغذیه بکنن وقتی که تخم مرغ که سایر ترین مواد مصرفی مردم 70-80% گرون میشه و خیلی ها تهیه اون ندارن، مردم دیگه باید چه کار بکنن؟ آیا باید مثل گیاهان فتوسنتز بکنن و اون هم وضعیت بورس و سکه و طلا و مردم منتظر دلار 50,000 تومانی هستن. توی چنین وضعیتی هست که روحانی شیاد با وقاحت دروغ‌ها و شعارهای خودش رو ادامه میده و این موضوع باعث به هم پریدن گرگ‌ها در مجلس ارتجاع هم شده. روحانی شیاد خرداد 98 گفت نیازی نیست روزنامه‌ها از مشکلات مردم بنویسن. خودم روزانه نظرسنجی می‌کنم. و یکی از اعضای مجلس ارتجاع هم گفته می‌دونید مردم در شهر چی میگن؟ پیاده راه بیفت برو ببین چی میگن. میگن خدا لعنت کنه روحانی رو. و بشنویم از نظر مردم در چنین وضعیتی و وضعیت گرونی که کی رو مقصر میدونن. کلیپی هست از یکی از هموطنانمون که منتشر کرده و چند عدد میوه رو به قیمت 53,000 تومان خریده. 6 تا موز با 1.5 کیلو سیب 53,000 تومان. 53 روحانی خامنه‌ای 53,000 تومان. ای نگاه کن همینه یه بچه اسیر نمی کنه ناموس امام خمینی 53,000 بار. بله، مردم آدرس اصلی مشکلات خودشون رو به خوبی میدونن که کسی نیست جز خامنه‌ای و نظام ولایت فقیه و روحانی شیاد. کاربر دیگه عکس رو منتشر کرده و گفته که این هم آدرسی که بعضی از مردم برای لعن و نفرین عامل گرانی و سایر بدبختی‌های مردم میدن. البته اگر آدرس دقیق‌تر رو بخواین چیزی نیست جز بیت ولی فقیه. و پایان بخش گزارش امروزمون هم فراخوانی هست برای اعتصاب بازار که در اعتراض به بالا رفتن قیمت سکه و دلار و گرانی روزافزون از تمامی بازاریان خواستن که به این اعتصاب بپیوندن از 12 مهر ماه. نگاهی بود به تازه ترین های فضای مجازی و جامعه ملتهب ایران از لابلای صفحات مجازی و شبکه‌های اجتماعی. امیدوارم که گزارش امروزمون مورد توجه شما قرار گرفته باشه و تونسته باشیم بخش کوچکی از واقعیت بزرگ ایران رو به تصویر بکشیم. ممنون از همراهیتون و تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.